5 نشانه خطرناک از بلوغ عاطفی پایین در پارتنرت که اصلا خبر نداری ازشون. تشخیص این 5 مورد از ضعف‌های داخل رابطه در ابتدای رابطه عاشقانه میتونه در ادامه مسیرت بهت خیلی کمک برسونه. پس ویدیو رو تا آخر تماشا کن، کامنت هم فراموش نشه. به آلبالو خوش اومدید. من رضا هستم و امروز نشانه های ظریف و در عین حال تأثیرگذار بلوغ عاطفی پایین در روابط عاشقانه رو بهت خواهم گفت. این نکات کلیدی مشکلات عاطفی شما رو در رابطه میتونه حل بکنه. با من همراه باش. آها راستی، نشانه سوم رو از دست نده، خیلی مهم هستش. ضعف شماره 1، برون سپاری وظایف عاطفی. تا حالا احساس کردی که یه جوری نوکر عاطفی هستی توی رابطه؟ یعنی هر مشکلی که تو رابطه باشه وظیفه تو هستش که جمع بکنی اون زحمت‌های عاطفیش رو. یکی از نشانه‌های مهم در ضعف و پایین بودن بلوغ عاطفی همین هستش. چطور باید با پارتنری که تمام وظایف عاطفی داخل رابطه رو به گردن تو میندازه و تو رو با اون مواجه می‌کنه مدارا بکنی و رفتار بکنی؟ دیگه این برمیگرده به تجربه تو. حتما در این مورد هم اگه تجربه‌ای داشتی لطفاً با ما در کامنت‌ها به اشتراک بذار. ضعف شماره 2، پارتنر نصیحتگر. داشتن پند و اندرز یا داشتن کسی که پند و اندرز میده و فقط حرف میزنه و گوش کردن به این نوع فرد یا به این نوع افراد خودش به حد کافی خسته کننده هست. حالا در نظر بگیر که در رابطه هستی و طرف مقابلت فقط نصیحت میکنه و حرف میزنه و گوشم نمیکنه. یکی از ضعف‌های اساسی عاطفی هم همین هستش که از عدم بلوغ عاطفی و کمبود امنیت عاطفی نشأت میگیره. راستی اگه به مشاوره عاطفی در مورد رابطت نیاز داری کامنت بذار، جوابت رو خودم حتما خواهم داد. بریم بسیم به نشانه 3 که گفتم مهمه. ضعف شماره 3 توی انگلیسی بهش میگن گسلایتینگ، گسلایتینگ عاطفی. پسرها خیلی دقت بکنن، حتما این مورد رو 2 یا 3 بار گوش کنید، چون هم تشخیصش سخته و هم زیرکانه اتفاق میفته. گسلایتینگ یکی از روشایی هستش که اغلب افراد میخوان خودشون رو بالا دست نشون بدن و کارها و اشتباهای خودشون رو بی‌ارزش جلوه بدن، کارهای اشتباهشون رو، و اتفاقا بیشتر عکس العمل میدن به پاسخ تو و یه حرف یا یه نکته صحیح تو. مثلا با پارتنرت قرار گذاشتی که یه جایی میرید جداگانه، به هم خبر بدید، به هم اطلاع بدید و تو همیشه این کار رو میکنی ولی پارتنرت اغلب اطلاع نمیده، و وقتی که تو خیلی محترمانه حتی اعتراض میکنی برمیگرده میگه خیلی بزرگش کردی یا خیلی حساسی، یا سعی میکنه به شخصی کوبیدن تو، و این اقدام رو بهش میگن گسلایتینگ. مواظب به این خیلی باشید. اگه علاقمندی که از یوتیوب درآمد داشته باشی از لینک بالا میتونی اطلاعات بیشتر رو کسب بکنی. برسیم به ضعف شماره 4، حالت تدافعی. اگر در ابتدای رابطه هستی و این مشکل رو میبینی، این مشکل عاطفی و ضعف عاطفی رو، بدون که یک رد فلگ هستش، یک زنگ خطر جدی هستش. تدافعی عمل کردن یک موضوعی هستش که میبینیم همه جا، اما تدافعی رفتار کردن در حالی که از موضوع هم خبر نداره طرف مقابلت یه موضوع خطرناک دیگه هست. بسیار هم سخت هست با فردی که گارد دفاعی گرفته و اصلا نمیتونی باش حرف بزنی و اتفاقا از اصل جریان هم خبر نداره، فقط داره دفاع میکنه. اگر چنین فردی رو داری دیت میکنی 2 بار فکر کن، حتی شاید 3 بار فکر کن که باش دیت بکنی یا نه. برسیم به ضعف شماره 5 که من دیدم این ضعف رو، البته خودم هم داشتم. ترس از آسیب پذیری. و در انتهای این مشکلات عاطفی میرسیم به ترس از آسیب پذیری که من گفتم خودم هم داشتم. رابطه با کسی که نمیتونه یا نمیخواد احساسات خودش رو باز کنه و در موردشون باهات صادق باشه، فقط به خاطر اینکه میترسه آسیب بخوره، آسیب ببینه، به خاطر شاید تجارب گذشتش، میتونه رابطه چالش برانگیزی رو برای تو هم به وجود بیاره، چون نهایتاً یک عیب هستش و یک نخواستن عاطفی یا یک بی‌تجربگی عاطفی و یا یک ضعف عاطفی.
این 5 تا مورد رو در رابطه با تجربه خودت اگر بتونی مقایسه بکنی کدومش برات اتفاق افتاده، اگه کامنت بذاری حتما در موردش میتونیم بیشتر حرف بزنیم. با من باشید همیشه در آلبالو تا بیشتر یاد بگیریم و بیشتر به سوی آدم شدن قدم برداریم. ایام به کامتون.